سلام دوستان، روزتون بخیر. در یک روز خنک پاییزی از شما دعوت میکنم با من همراه بشید برای بازدید از یک منطقه گردشگری دیگه در استان مازندران به نام سد سلیمان تنگه یا سد شهید رجایی. سد شهید رجایی برای علاقمندان به طبیعتگردی و اکوتوریسم یک منطقه شناخته شده هست. این سد در 45 کیلومتری جنوب غربی شهر ساری و در منطقه کوهستانی و جنگلی دودانگه قرار گرفته. مثل همه جای مازندران، شما میتونید در طول مسیر از دیدن زیبایی ها و سرسبزی جاده لذت ببرید. هرچی از شهر دورتر میشیم و به کوهستان نزدیکتر میشیم، سرسبزی منطقه خودش رو بیشتر نشون میده. آدم احساس میکنه باید شیشه ماشین رو پایین بیاره و هوای خنک و تازه کوهستان رو استشمام بکنه. در قسمت پایین سد یک مجموعه تفریحی و رفاهی به نام دهکده آرامش احداث شده. سویت ها، ویلاها و امکانات اقامتی مناسبی در اینجا تدارک دیده شده و برای مسافرانی که از جای جای کشور میان تا سد سلیمان تنگه رو از نزدیک ببینن و از زیبایی های منطقه استفاده بکنن، محیط اقامتی مناسبی تدارک دیده شده. مسیر رو به سمت سد ادامه میدیم. از این تونل که رد میشیم، نگین فیروزه‌ای رو میبینیم که بر مخمل سبز جنگل هیرکانی نشسته و شکوه و زیبایی خودش رو به رخ همگان میکشه. این سد سلیمان تنگه است، دست پرسخاوت طبیعت برای مردم، برای ماهیگیران، برای کشاورزان، برای طبیعتگردان و برای همه افرادی که به شکلی از این موهبت خدادادی بهره مند میشن.
از بالا که نگاه میکنیم ظاهراً سطح آب سد خیلی پایین اومده. بهتره که بریم از نزدیک کنار آب تا ببینیم شرایط به چه نحوی هست. اینجا سد سلیمان تنگه یا سد شهید رجایی ساری هست. دقت بفرمایید آب چقدر عقب اومده. یادم دفعه قبل که اومده بودم اینجا اسکله بود، پدالو و قایق موتوری بود و مردم تفریح میکردن، لذت میبردن از دیدن زیبایی. و امروز خوشسالی آب سد رو تا این حد کاهش داده. واقعا هیچ چیز مثل این ترک های روی زمین آزاردهنده نیست. بعد از 300-400 متری که اومدیم جلو، تازه به این نقطه که رسیدیم آب رو میبینیم. اینجا مازندران هست، شمال ایران، با این حجم از بارندگی که همه میگن مشکل خشکسالی نداره. قدر داشته هامون رو بدونیم، قدر آب این نعمت خدادادی رو بدونیم دوستان. به دوستان عزیزی که شناخت کافی نسبت به منطقه ندارن توصیه میکنم در یک فاصله مناسب بیستن و از دور زیبایی دریاچه رو ببینن و لذت ببرن. برای اینکه نزدیک شدن به حریم آبی بسیار خطرناک است، با توجه به شیب بالای دیواره ها و عمق دریاچه ممکنه خدای نکرده باعث بروز حوادث ناگوار بشه. از اینکه در این سفر با ما همراه بودید از شما تشکر می‌کنم.